به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. به گزارش از خبرگزاری صهیونه دری، بشیر احمد تهین سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در یک پیام ویدیویی گفته است دکتر عبدالله عبدالله با ما پروتکل کرده بود که به آقای دوستم رتبه مارشالی معاونت اول و امتیاز وزارت‌های کلیدی امنیتی را می‌دهد. مذاکرات میان ارگ و سپیدار وارد مرحله نهایی شده است. منابع دخیل در مذاکرات میان ارگ و سپیدار میگویند که گفتگوهای دو طرف وارد مرحله نهایی شده و قرار است به زودی توافق رسمی اعلام شود. به گزارش اسپوتنیک، یک منبع معتبر در گفتگو با روزنامه 8 صبح گفت که ارگ و سپیدار در روزهای اخیر روی وزارت‌های امور خارجه و مالیه و اداره لوی سارنولی داستانی کل چانه‌زنی میکنند. بیشتر یک منبع آگاه از این مذاکرات تایید کرد که طرفهای گفتگو کننده روی کلیات طرحی که از سوی سپیدار پیشنهاد شده بود به توافق رسیدند و تنها بحث روی جزئیات را در روزهای اخیر ادامه دادند. بر اساس این طرح قرار است عبدالله عبدالله در چارچوب حکومت مشارکتی پست ریاست شورای مصالحه را اظهار کند و قدرت سیاسی نیز به گونه مساویانه میان دو طرف تقسیم شود. طرف های مذاکره کننده ما گفتند که جزئیات این گفتگوها را پس از بدست آمدن توافق نهایی به مردم خواهند گفت. تنش های سیاسی میان ارگ و سپیدار قرار است بدودی به یک توافق سیاسی منجر شود. یک منبع آگاه از این گفتگوها می گوید که پس از توافق روی کلیات و طرح پیشنهادی سپیدار دو طرف روی برخی از جزئیات گفتگو می کنند و در حال حاضر مذاکرات پیرامون چگونگی تقسیم کرسی های حکومت ادامه دارد. این منابع میگویند که عبدالله عبدالله نیز در سطح بالای مذاکرات حضور یافته و طرفهای مذاکره کننده در سطوح‌های مختلف روی تقسیم کرسی‌های حکومت رأی‌زنی می‌کنند. گفته می‌شود که دو طرف پس از توافق روی چارچوب طرح پیشنهادی سپیدار، گفتگو روی جزئیات را برای پایان تنش‌های سیاسی سرعت بخشیدند و این طرح به‌زودی نهایی می‌شود. صلح افغانستان، خلیلزاد سفرهای منطقه‌ایش را آغاز کرد. وزارت خارجه امریکا از آغاز دوره تازه سفرهای منطقه خلیلزاد، نماینده ویژه آن کشور در امور صلح افغانستان به کشورهای قطر، هند و پاکستان خبر داده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه امریکا، خلیلزاد در قطر با نمایندگان طالبان درباره روند صلح صحبت خواهد کرد و همچنین محور گفتگوی او با مقام‌های هندی و پاکستانی نیز روند صلح افغانستان خواهد بود. زلمه خلیلزاد سال گذشته خورشیدی نیز چندی دور سفرها در مورد صلح افغانستان به کشورهای منطقه و جهان انجام داده بود. سفرها و تلاشهای خلیلزاد در اواخر سال گذشته منجر به توافق صلح میان امریکا و طالبان شد. بر اساس این توافق نیروهای خارجی افغانستان را طی چند ماه ترک می کردن و همچنین طالبان باید تا اوگرون به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر می شدن. با آنکه در حال حاضر گفته می شود نیروهای خارجی در حال خروج تدریجی از افغانستان، اما طالبان تا اکنون حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نیستند. در همین حال ناظران می گویند که توافق نامه صلح امریکا و طالبان تا اکنون عملی نشده است. همچنین به تازگی مارک اسپن وزیر دفاع ایالات متحده امریکا گفته است که طالبان به تعهدات خود در توافق نامه صلح عمل نمی کنند. او همچنین افزوده که دولت افغانستان نیز به تعهدات خود در راستای صلح عمل نکرده است. از جناب دیگر طالبان به هم به تازگی بار دیگر دولت و امریکا را به نقض تعهدات خود درباره صلح متهم کردند. صلح در آستانه شکست، آیا دولت مقصر است؟ روند آزادی زندانیان و طالبان ادامه دارد. رویدادی که علارغم نارضایتی های اولیه اکنون با استقبال و رضایت رهبران آن گروه همراه شده است، اما این امر مانی از گسترش تردیدها درباره چشم‌انداز ناامید کننده صلح نشده است. از نظر بسیار از مردم و ناظران، صلح از زمان امضای توافقنامه دوحه به مرور دور و دورتر شده است و اینجا بحث ندارد. اکنون بحث اصلی شاید این باشد که مسئول و مقصر اصلی این وضعیت کیست. وزیر دفاع ایالات متحده امریکا میگوید که طالبان به تعهدات خود در توافقنامه صلح عمل نمی کنند. او می‌افزاید که معتقد است دولت افغانستان نیز تعهدات خود را در راستای صلح عملی نمی‌کند.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه 16 سرد در نشست در پنتاگون گفت که افزایش خشونت از سوی طالبان توافقنامه این گروه با آمریکا را تحت فشار قرار می‌دهد. او افزود در پاسخ به این سوال که آیا طالبان مطابق تعهدات خود عمل می‌کنند یا خیر گفت فکر نمی‌کنم که چنین باشد. در عین حال افزود که معتقد است که دولت افغانستان نیز به تعهدات خود عمل نمی‌کند. وزیر دفاع آمریکا گفت دولت افغانستان و طالبان هر دو باید با هم کار کنند و بر اساس شرایط که یعنی در توافقنامه تعیین شده اقدام کنند. پیشتر هم گفته بود که گروه طالبان هرچند خشونت‌ها را افزایش داده، اما جنگجویان این گروه بر نیروهای آمریکایی عمله انجام ندادند. به همین ترتیب از نظر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تنها طالبان مقصر نیست، زیرا آنها به نیروهای آمریکایی حمله نمی‌کنند، اما خشونت علیه قوای افغان را به میزان غیر قابل قبولش افزایش دادند. او معتقد است که دولت هم مقصر است و به تعهدات خود عمل نکرده است. تعهداتی که آقای وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از آن حرف میزند کدام است؟ بدیهی است که دولت نمیخواهد به طور سریع به ادعای وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا درباره اتهام نقض تعهدات پاسخ دهد. اما این مهم است که دولت چی تعهد داده که به آن عمل نکرده و اصولا تقصیر دولت در شکست احتمالی صلح چیست؟ آمریکا و طالبان ماها در قطر و سایر شهرهای عربی مذاکره کردند، اما دولت افغانستان علی‌رغم تلاش‌های فراوان در هیچ یک از آن نشست‌ها حضور نداشت. کابل به طور بلواسطه و احتمالاً به صورت گزینشی در جریان اطلاعات و روند رویدادهای مربوط به گفتگوهای صلح قرار می‌گرفت. این امر بعداً خشم و نارضایتی سری دولتمداران افغانستان را نیز برانگیخت و به مرور زمان تنش‌های کم سابقه در رابط کابل و آمریکا منجر شد. در روز امضای توافقنامه صلح به تاریخ 10 اوت سال گذشته خورشیدی در هتل در شهر دوحه ده‌ها مهمان رسمی خارجی حضور داشتند، اما حتی یک نماینده غیر رسمی از دولت افغانستان نبود. آیین امضای توافقنامه صلح هم میان دو طرف افغان آمریکایی برگزار شد. با این حساب طالبان حق دارند که ادعا کنند آنهایی توافق با دولت کابل ندارند و متحد به کاهش خشونت یا استقرار آتش بس نیستند. بر این اساس تعهدات مورد ادعای وزیر دفاع آمریکا چیست که دولت آن را نقض کرده باشد. دولت حتی به نیروهای امنیتی دستور داده تا در موضع دفاع فعال از انجام حمله بر موضع طالبان خودداری کنند، ضمن آن که به طور پیوسته تمایل و تعهدات خود برای برقراری صلح و آتش بس را تکرار کرده و از طالبان نیز درخواست کرده تا برای کمک بر روند صلح و مبارزه با کرونا به این فراخوان پاسخ مثبت دهند، درخواستی که سریعا از سوی طالبان رد شده است. شاید منظور آقای سپر آزادی 5000 زندانی طالبان از زندانهای حکومت افغانستان است، اما در این باره هم دولت هیچ تعهد مکتوب و مستند به آمریکا یا طالبان نداده است تا آن را نقض کرده باشد. آزادی زندانیان یک جاده یک طرفه است که تنها آمریکا و طالبان را به هدف مورد نظر خود نزدیک می کند، اما برای دولت افغانستان که با احضارگرایی، فداکاری و به بهای جان جوانان عضو نیروهای مسلح هزاران جنگجوی طالبان را دستگیر کرده و سالها آنان را در زندانهایشان نگه داشته است، هیچ راه ورودی ندارد. با این حال دولت به صراحت اعلام کرده که 1500 زندانی طالبان را به نشانه حسن نیت و نشان دادن جدیتش برای رسیدن به صلح آزاد می کند، اما پس از آن این طالبان هستند که با معیار موج مرگبار خشونتها و آغاز گفتگوهای داخلی باید عزم و اراده راسخ و راستین خود برای صلح را نشان دهند. به همین ترتیب در صورت که صلح شکست بخورد، عامل اصلی آن افزایش بی‌روحیه خشونت‌های مرگبار طالبان است، نه نقض تعهدات دولت. در این میان شاید مارک اسپرن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با انتقاد هزار دو طرف و طالبان خواسته است به طور غیر مستقیم طالبان را از زیر بار فشار سنگین ناشی از خشونت‌های خونبار علیه نیروهای دولتی و مردم تبرئه کند و بخش از این بار را به دوش دولت قرار دهد. شکنجه مهاجران افغان در مرز ایران، پمپیو خواستار بررسی شد. مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از حکومت افغانستان خواسته که رویداد غرق شدن ده‌ها پناهجوی افغان در مرز ایران را پیگیری کند. آقای پمپیو روز چهارشنبه 7 مرداد در یک نشست خبری گفت که گزارش‌های نشر شده در مورد شکنجه و بدرفتاری پناهجویان افغان از سوی مرزبانان ایرانی نگران کننده است.
او افزود که مقام های افغان را تقریب میکند تا تحقیق فراگیر را روی دست گیرد و عاملان این رویداد را حساب دهی کند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.